سلام، به کانال من خوش اومدی. امروز میخوایم این کباب تابه خوشمزه با سس مخصوصش و این برنج قالبی زعفرونی رو با همدیگه درست کنیم. لطفاً تا انتهای ویدیو همراه من باشید تا تمام نکات این غذای خوشمزه رو بهتون بگم. لایک فراموش نشه. دو پیمانه برنج رو به حالت همیشگی آبکش میکنم. یک لیوان ماست، یک زرده تخم مرغ، زعفران به مقداری که کامل برنجمون رنگ بگیره، همه رو با هم دیگه ترکیب میکنیم. حدود 2-3 قاشق روغن هم اضافه میکنم. کف و کناره های ظرفی که میخوام برنج داخل اون قرار بدم و باید حتما هم نچسب باشه چرب میکنم. مواد کف قابلمه میریزم و کامل صاف میکنم تا با هم دیگه فشرده بشه. بعد بقیه برنجم روی اون میریزم و اون هم صاف میکنم. برای حدود 45 دقیقه با کمترین دما میزنم تا بپزه. 500 گرم گوشت چرخ کرده رو با پیاز، نمک، فلفل و زردچوبه ورز میدم. کف ماهی تابه و تمام مواد رو با هم دیگه پهن میکنم و با حرارت متوسط هر دو طرف اون رو سرخ میکنم. دوست خوبم، ممنون میشم که با سابسکرایب کردن و گذاشتن کامنت و لایک من رو حمایت کنید. ممنونم. برای درست کردن سس از پوری گوجه و رب گوجه فرنگی، نمک، فلفل و زردچوبه استفاده میکنم. از لیمو ترش تازه به اندازه یک قاشق چایخوری استفاده میکنم. نصف فلفل دلمه رو به صورت نگینی خورد میکنم. من یه قاشق چایخوری زعفران هم اضافه کردم که قابل حذف هستش. وقتی که دو طرف کباب تابه‌مون رو سرخ کردیم، سسی که آماده کردیم و روی کباب تابه‌مون می‌ریزیم و با حرارت خیلی ملایم اجازه میدیم که کباب تابه‌ای با این سس خوشمزه‌مون بپزه. برنج قالبی زعفرونی خوشمزه ما آماده شد. کباب تابه‌ای که آماده کردم روی اون قرار میدم. هر طوری که دوست دارین میتونین اونا سرو کنین. دوست نازنینم، ممنونم که لایک میکنین. از اینکه تا انتها همراه من بودین سپاسگزارم.